آیا این زن را می شناسید؟ اکنون چطور؟ بله، مونالیزا، معروفترین نقاشی جهان. اما چرا مونالیزا باید معروفترین نقاشی جهان باشد؟ اصلا او کیست؟ داوینچی به سه دلیل مختلف سه تا از نقاشی‌های خودش را تا آخرین لحظه زندگی همراه خود نگه داشت. سنت جان باپتیست، مونالیزا و منجی جهان این سه تابلوی نقاشی هستند که داوینچی آنها را به هیچ قیمتی نفروخت. این لبخند زیبا و یا این نگاه مرموزانه برای سالیان است که محققان را مشغول خود کرده است، اما غافل از اینکه داوینچی رازی مهمتر را در پس زمینه مخفی کرده است. شما در این نقاشی چه میبینید؟ اجازه دهید که حدس و گمان و دستکاری در نقاشی را کنار بگذاریم. یافته‌های محققان حاکی از وجود کلمات ال و وی در چشم راست مونالیزا است که به عقیده محققان اول حرف لئوناردو و وینچی است. لئوناردو داوینچی یعنی لئوناردو از وینچی که وینچی زادگاه او بود. و البته محققان در چشم چپ او دو کلمات سی و ای کشف کردند. طبیعتاً این حروف باید حروف اول صاحب این پورتره باشد، اما این حروف هیچ ربطی به لیزا دل جیوکوندو یا لیزا گراردینی ندارد. یعنی ممکن است که صاحب این نقاشی کس دیگری باشد؟ به گفته محققان کم کم باید با مونالیزا خداحافظی کرد. اما چرا؟ تو محققان مقبره مونالیزا را گشودند تا با استفاده از دی ان ای و جمجمه ای او بتوانند چهره او را بازسازی کنند. نتیجه این بود که این نقاشی پورتری از لیزا دل جیوکوندو نیست. و البته موضوع از زمانی جدی تر شد که محققان در سال 2015 این پورتره را در زیر پورتره مونالیزا کشف کردند. اکنون سوال اینجاست، این زن مرموز کیست؟ به عقیده بسیاری از محققان هیچ یک از این زنها وجود خارجی ندارند و تنها نتیجه تلاش داوینچی برای ترسیم چهره یک زن مرموز است. زنی که داوینچی بیشتر عمرش را به دنبال او گشت. سر پیر داوینچی در تابستان 1451 هنگامی که به زادگاه کوچک خود یعنی وینچی بازگشت، یک سردفتر جوان در فلورنس بود. او در این سفر با دختر جوانی به نام کاترینا آشنا می شود که این آشنایی تنها برای چند روز بود، هرچند در اوریل سال بعد کاترینا پسری به دنیا می آورد، پسری که لئوناردو دی سر پیر داوینچی نام گرفت. اما آنچه از دستنوشته‌های داوینچی پیداست، هنگامی که داوینچی کودکی بیش نبود، کاترینا به طرز عجیبی ناپدید می شود. لئوناردو که از ذهن بسیار قوی برخوردار بود، بارها و بارها تلاش کرد تا مادرش را آنگونه که به خاطر می آورد نقاشی کند، که نتیجه این تلاش ها نقاشی معروف مونالیزا است. و البته با کمی دقت در تابلوی مونالیزا می توان دید که پلی در پس زمینه وجود دارد. این پل پونت بریانو نام دارد که در سال 1277 در منطقه توسکانی ساخته شد. منطقه توسکانی جایی است که سر پیرو و کاترینا با هم آشنا شدند و البته آخرین مرتبه‌ای که داوینچی مادرش را دید در این منطقه است و به عقیده محققان وجود این پل میتواند اشاره به صاحب این پورتره باشد. برای قرن‌ها باور بر این بوده که مادر داوینچی برده‌ای از شمال آفریقا و یا آسیا بوده است. هرچند در سال 2017 مارتین کم، استاد تاریخ و هنر از دانشگاه آکسفورد، ادعا کرد که کاترینا یک دختر دهقان از خانواده فقیری بوده که پس از تولد لئوناردو با مرد دیگری ازدواج می‌کند و صاحب 4 فرزند دیگر شده بود.
در تصویر لیست خواهران و برادران داوینچی را می‌بینید. یک زن مرموز و دختر مرموزتر او، یعنی سوفیا، خواهر لئوناردو، که نام او در لیست خواهران داوینچی نیست. چون در قسمت دوم این ویدیو به این دو زن مرموز خواهیم پرداخت. تهیه این ویدیو ممکن است تا چند ماه به طول بیانجامد، چون برای تهیه این ویدیو باید حتماً و قطعاً به محل تولد داوینچی و همچنین شهر فلورنس سفر کنید. آیا سفر در زمان ممکن است؟ ویدیوی بعدی ما به بررسی امکان سفر در زمان طبق معتبرترین منابع علمی خواهد پرداخت. اما چیزی که کمی مرموز است اشاره شدن به عدد دو در این نقاشی است. دو عدد پایه ستون وجود دارد. وجود عدد دو در اینجا، دو حروف در هر چشم و انگشتان لیزا که عدد دو را نشان می‌دهد. اما این چه منظوری می‌تواند داشته باشد؟ شاید بدان معنا است که از این نقاشی هم همچون نقاشی سنت جان دو عدد وجود دارد. بله، حدس ما درست بود. یک تابلوی نقاشی که از سال 1960 در بالای یک شومینه در خانه در لندن آویزان شده است. این نقاشی نه تنها توسط لئوناردو داوینچی کشیده شده است، بلکه نسخه قبلی پورتره مشهور جهان، یعنی کاترینا است. اما در این تصویر چه میتوان یافت؟ در نگاه اول تفاوت سنی را میتوان یافت، اما در پشت او یک تغییری ایجاد شده است. بله، آسمان آفتابی و گرم جای خود را به آسمان ابری و آبهای خروشانی داده که در حال طغیان کردن هستند. و البته یکی دیگر از موضوعات مهم این نقاشی عددی است که در زیر این پل نوشته شده است، عدد 72. بقیده ما آنچه در پس زمینه این نقاشی میتوان دید تصویری از قیامت است که با عدد 72 مرتبط است. و البته داوینچی در دست نوشته هایش این موضوع را اینگونه توصیف میکند: قایق‌ها و تخته‌هایی که مردان و زنان و کودکان بر رویشان جمع شدند، از ترس خشم بادهایی که آب را دورادور اجساد غرق شدگان می‌چرخانند. و یا شرایط به گونه‌ای وخیم خواهد بود که مردم مجبور به بالا رفتن از درختان خواهند شد. و البته داوینچی زمان این واقعه را نیز اینگونه برای ما بیان کرده است: سکه‌های نامرئی برتری صاحبانش را در پی خواهند داشت. و ما این سکه‌های نامرئی را در ویدیوی اسرار فراماسونری به طور کامل توضیح دادیم. اما اجازه دهید تا عدد 72 را بررسی کنیم. ابتدا باید بدانید که از عدد 72 به عنوان شماره استاد یاد می‌شود، چرا که در هر کجای این جهان هستی نقشی ایفا می‌کند، از ادیان مختلف گرفته تا کهکشان‌ها. اما در بین تمام اینها یک موضوع است که بسیار حائز اهمیت است. محور زمین هر 72 سال یک درجه در مقایسه با ستارگان و طاق بهشت حرکت می کند که به آن سال بزرگ جهان می گویند. کشفیات مهم از اقوام باستانی چون مایه‌ها، آستک‌ها، یونانی‌ها و غیره نشان می دهند که زندگی انسان در چهار دوره مختلف از بین رفته است که این با گذر از دوران جهانی به دوره دیگر درک شده است که آن را پایان جهان نامیدند. جهان اول توسط یک برخورد بزرگ با جسمی آسمانی نابود می شود. جهان دوم توسط رویدادی که تمام خصوصیات تغییر محور قطبی زمین را داشته باشد نابود می شود که به دنبال آن عصر یخبندان روی می دهد. جهان سوم با باران آتش از آسمان به خاکستر فرو رفت و عده‌ای با پناه بردن به زیر زمین خود را نجات دادند. و جهان چهارم با شروع یک سیل عظیم از بین می رود که انسان‌های عالم با ساخت کشتی جان خود را نجات دادند. حتما مایلید بدانید که این رویداد چگونه رخ می دهد. حرکت اعتدال‌ها یا همان سرعت فلکی با سرعت 50 قوس در هر سال است که بدین ترتیب 72 سال طول می کشد که اعتدال‌ها در برابر ستارگان ثابت یک درجه کامل یا به عبارت دیگر دو برابر قطر ماه کامل حرکت کنند. و
و به این ترتیب تغییر یک مدار کامل زودیاک 25920 سال طول می کشد و این یعنی هر 25920 سال یک بار جهان تغییر می کند، تغییری که انسانهای روی زمین را نابود می کند. و به عقیده ما داوینچی معتقد بوده است که جهان ما با سیلی عظیم نابود خواهد شد. و در ویدیوی اسرار فراماسونری خواهید دید که داوینچی چگونه تاریخ دقیق این رویداد را پیش بینی کرده است.